توماج صاحباز خبرنگار ما در شرق آسیا از سئول به ما پیوسته. توماج، سه اقتصاد عمده شرق آسیا یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی چه نگاهی به انتخابات آمریکا دارن؟ خب از چین شروع کنیم. دومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری که در محور تمام این تمرکزات در حال حاضر قرار داره، به ویژه به خاطر انتقادهای شدیدی که دولت آمریکا، دونالد ترامپ و همینطور مایکل پومپئو وزیر خارجه اون در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر علیه اون کردن. رسانه‌های دولتی چین، رسانه‌های وابسته به دولت، رسانه‌های رسمی چین مشخصا میخوام بگن که برای مردم و برای دولت چین فرقی نمی‌کنه چه کسی و رئیس جمهوری بعدی بشه، به هر حال سیاست‌های موسوم به تهاجمی علیه پکن از سوی واشنگتن ادامه خواهد داشت. اما این رسانه ها میگن در میان مردم همینطور هست که زیاد توجهاتی وجود نداره. اما من امروز سری زدم به ویبو، یک میکرو بلاگینگ چینی که مثل توییتر یا فیسبوک در داخل چین هست، و اونجا هشتگ انتخابات ایالات متحده تو همین الان که دارم با شما صحبت میکنم بیشتر از 3 میلیارد بازدید کننده داشته، بیشتر از هر هشتگ دیگه ای، به این معنی که و در ضمن صدها هزار نفر، بلکه بیشتر از 1.5 میلیون نفر تا الان که دارم باهاتون صحبت میکنم در صحبت‌های مربوط به این هشتگ مستقیما وارد شدن، به این معنی که در داخل چین اینطور نیست که انتخابات و نتیجه اون برای مردم اهمیتی نداره. و بریم به ژاپن، اون سوی دریای، اون سوی در شرق چین. در اونجا از نظر سیاسی تقریبا هیچ وقت فرقی نمی‌کنه چه کسی رئیس جمهور ایالات متحده بشه، اتحاد ژاپن و آمریکا تقریبا از نظر سیاسی دچار یک تحول خاصی نخواهد شد. در مدتی که گذشته، در طول هفته‌ها و ماه‌های اخیر، به خصوص در طول چند هفته گذشته، سوگان وزیر ژاپن به سیاست‌های توکیو برای نزدیک شدن به جنوب شرق آسیا ادامه داره. این سیاست‌ها در ژاپن موسوم هستند به همکاری با چین تا جایی که میتونیم، مقابله با چین هر جا که ضروری هست، و به نظر میرسه که این سیاست‌ها بعد از انتخابات هر که برنده بشه هم ادامه خواهد داشت. اما در کره جنوبی مشخصاً توجهات زیادی به انتخابات وجود داره. تا همین الان روزنامه‌های نشریات کره‌ای میگن که یک تاسک محل ویژه‌ای در در دولت برای نظارت بر اون که چه کسی برنده خواهد شد در حال حاضر وجود داره به دو دلیل عمده: کره شمالی و مسئله حضور نظامیان آمریکایی و هزینه‌هایی که باید خرج بشه. در چون ها منتظرن ببینن چه کسی پیروز انتخابات خواهد شد.